مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه. ایران سرزمین ماست، ما از یک آب و خاک هستیم. سراسر فرسود هوای وطن از چه بیتابانه میخواهم ات ای گوریت آز بد خدا همه رکت در باکت خدا وطنم سرزمین زیبایی، رنج ها میبرد ز تنهایی. خانه را دشمنی هوار شده، وطن از درد بیقرار شده. رستمش را چغاد خونین کرد، قلب سهراب کارد آجین کرد. بر سرش چند متر چلوار است، زین سبب کار میهنم زار است. صبح ایران مثال شام شده، تا حلالش همه حرام شد. نسل ما در قمار با تقدیر، باخت نامی که بود عالم گیر. سوخت پا تا به سر به کبریتی، کش برافروخت شعله افریتی. بهمن برف چهره خونین کرد، ملتی را شبانه بیدیر کرد. یدخل الدین فوج و افواجا، یخرج الدین شده مسلمانا. وطنی بود و عزت و جاهی، مانده بر جا نشان درگاهی. رفت کس را نمانده ایوانش، هست بر جا ستون ویرانش. علیرضا نوری‌زاده، سه شنبه 9 فوریه 20 بهمن به شما سلام میکنم. باورم نمیشه، یعنی دو روز دیگه مونده به اون 22 بهمنی که سرنوشت ها عوض شد. زلزله آمد، خاک رو به هم ریخت. حشرات الارض بیرون ریختند و سرزمین جاودانه رو تسخیر کرد. گاهی به یاد دکتر بختیار میفتم. واقعا تو تاریخ ما یکی از تنها ترین و غمگین ترین دولت مردان و بدشانس ترینشون بود. یه آدمی که سالها برای آزادی جنگیده بود، در یه فرصت تاریخی امکان پیدا کرد اون اندیشه ها، اون ایدئال ها رو عملی کنه. اما خیلی ساده، جنرال هویزری در آمد، دولت آمریکای اومد، آقای سایروس ونس و کارتری آمدن، به ارتش دستور دادن که اعلام بیطرفی بکن، تسلیم بشه. لزومی نداشت ارتش با دولت، با ملت بجنگه. همین که ارتش پشت بختیار ایستاده بود کفایت میکرد. به قول دکتر بختیار، دو ماه ارتش ایستاده بود، آقای خمینی میمد میشست و مذاکره میکرد. اون وقت ممکن بود تحولاتی به وجود بیاد، رژیم عوض شه، ولی اینجوری نمیشون. برحال سرنوشت ما هم چنین بود. گاهی اوقات به دوستان مصری میگم چقدر شما با سعادت بودید، چقدر هوشیار بودید، چقدر به موقع جنبیدید. در اون 30 ژوئن اگر به خیابان نمیمدید، 30 میلیون نمیشدید، خدا میدونه امروز مصر چه بود. آقای محمد مرسی میخواست محله بولاق و یک جا به حماس بده، چه خبر میشد منطقه؟ اسرائیل هم دست رو دست نمیگذاشت، البته اونم به حرکت در میامد و مصر هزینه سنگینی میپرداخت. بعد از 37 سال در آستانه یه انتخاباتی هستیم که حالا راجع به صحبت خواهم.
ولی بعد از 37 سال هنوز این ذهن آلوده کسایی که تفنگ دستشونه، قدرت دستشونه، هنوز این ذهن آلوده پاک نشد. هنوز به زن به عنوان ضعیفه نگاه میکنن، نمیتونن بپذیرن که یک زن میتونه به اندازه اونا و خیلی بیشتر از اونا فهم داشته باشه، شعور داشته باشه، درک داشته باشه، دانش داشته باشه و مدیر و مدبر باشه. اینا نمیتونن اینو درک بکنن که هزاران بار خانم الهه کولاهی درک و دانش و تدبیرش بیشتر از علایالدین بروجردی، هزاران بار بیشتر از حمید رسایی. نمیتونن بپذیرن، براشون قابل درک نیست که شیرین عبادی حقوق رو هزار بار بهتر از صادق آملی لاریجانی درک میکنه. نمیتونم بفهمم. و اینا میگم متاسفانه مثلا خانم کار باید در واشنگتن باشه، در امریکا باشه، یکی از بهترین حقوقدانای ما، و اینا این کارو باش بکنن. و خیلی ها که در سرزمینمون هستن، نسیم بانویی که باید زندان بکشه، باید مصیبت بکشه به خاطر اینکه حقوقدان درک داره. گوش بدیم به حرفای یکی از سرداران بسیج درباره زن ایرانی. 37 سال بعد از دروغ بزرگی که آقای خمینی گفت که در ایران فردا زن و مرد آزادن، احزاب آزادن، همه آزادن. گوش بدیم. اینا تخترکی همونایی هستن که گفتن چادر از سر ناموس مردم برداریم تا به رشد و توسعه یافتگی برسیم. اون موقع فراماسن را دهایی ها طراح و مجری اصلی این خیانت بزرگ بودن. الان هم یه جور دیگه دارن تخم خیانت رو تو جامعه اسلامی میپاشن. زنا بیان فرماندار بشن که چی؟ به رشد و توسعه یافتگی برسیم. چقدر عقب افتادین شما؟ چقدر عقب مونده این؟ کجای قوانین اروپا آورده که زن فرماندار بشه، بخشدار بشه، شهردار بشه، نشانه توسعه یافتگیه؟ کجای قوانین اروپا آمریکا یه همچین چیزی آورده؟ میخواید زنها رو به جایگاهشون برسونین؟ کدوم جایگاه؟ مردا رو به جایگاهشون رسوندین؟ این همه مرد بیکار، سرپرست خانوار بیکاره، بعد شما دنبال این هستین که زنها رو به جایگاهشون برسونین؟ همین هم مونده بود. امام جمعه فرمانده سپاه، نیروی فرمانده انتظامی یه لنگ پا وایسن برای یه جلسه تا خانم فرمانده تشریف بیارن. چرا خانم فرمانده تشریف نمیوردن؟ حاج آقا حاج خانم پریود بودن، داخل مسجد نمیتونن تشریف بیارن. شما تشریف بیارید دفتر. اولا شما خیلی بیجا میفرمایید که خانم فرماندار برای مذاکراتش به مسجد بره. مسجد جای نمازه، مگه جای جلسه است؟ شما مسجد رو تبدیل کردید به مزبله، تبدیل کردید به تجارت خونه. شما کردید. خانم فرماندار در اتاقش نشسته، آقایون کار دارن، میرن به خدمت ایشون. مسئله خصوصی ایشون، مسئله بهداشتی و طبیعت جسمیش به شما ربطی نداره. ولی ذهن آلوده و فاسد شما، ذهن آلوده ای که از تراوشات حوزه بهره میبره همین میشه. کتاب توزیع المسائل رو باز کنید، نصفش راجع به پایین تنه است. جز این فکری نداره. حوری بهشتی 70 تا، 70 تا حوری بهتون میده. تمام ذهن و فکرشون راجع به اینه. و آقای ابوبکر بغدادی یا اسامه بن لادن یا ایمن و زواهری چیزی غیر از این نمیگن. حرف اونا هم همینه، عیناً همینه. طالبان مگه چیزی غیر از این میگه؟ میگه زن نقاب بزنه تو خونه باشه، وسیله راحت من. چیز دیگه نمیگه. درس میخواد زن بخونه برای چی؟ دختر بدبخت تو پاکستان چی کارش کردن؟ حالا جایزه نوبل بهش دادن، ولی اونجا تا پای مرگ کشوندنش، چون فقط میخواست درس بخونه، میخواست دانش بیاموزه. وقتی گفتن اطلب علم ولو به سین، مشخص نکردن ای مذکر تو فقط حق داری. نه، همچی حرفی نزد. به هر حال متاسفانه چون دین وسیلهی در دست ما شده برای اعمال و تنفیذ خواستهای خودمون،
دین ها اینقدر آلوده شدن. این کاری که الان در اسرائیل دارن با فلسطینیا میکنن، کجای تورات، کجای دین موسی اینو تجویز کرده؟ هیچ جا. ولی آقای نتانیاهو داره میکنه به اسم دفاع از یهودیت. توی ایران هم دارن میکنن به اسم دفاع از اسلام انقلابی ناب محمدی ولایی. یه حرف جالبی تاجزاده زده بود، خیلی برای من قابل تأمل بود. تاجزاده، آقای تاجزاده، مصطفی تاجزاده، معاون وزارت کشور در دوران آقای خاتمی، از زندان جزو این نامه هایی که برای رهبر می نویسی اشاره جالبی کرده بود. خب حسن خمینی رو رد صلاحیت کردن، گفتن نیومده امتحان بده. حسن خمینی میگه آقا 4 تا 7 تا مرجع اجتهاد منو تایید کرد که من مجتهد، بنابراین نیازی نبود من بیام امتحان بدم. وقتی آقای وحید خراسانی کبیرالمراجع میگه من مجتهدم، آقا شوبر میگه، آقای صافی گلپایگانی میگه، من برای چی بیام؟ تاجزاده یادآوری میکنه با آقای خامنه‌ای که اون روزی که آقای رفسنجانی اومد و شما رو رهبر کرد، هیچ کسی راجب مجتهد و اعلم بودن شما اعلامیه‌ای نداده بود، ولی مجلس خبرگان قول آقای هاشمی رو پذیرفت. خب آقای هاشمی امروز میگه حسن خمینی علامه است، حسن خمینی مجتهده، چطور قول دیروزش قبول بود قول امروزش قبول نیست؟ حرف قابل تحمل. متاسفانه میگم یکی از مشکلاتی که قدرت بر آدم ایجاد میکنه، وقتی شما در رأس قدرت، من بارها گفتم فقط مقصر قدرت مدار نیست، ما هستیم، ما خیلی نقش داریم. شما وقتی صاحب قدرت رو سر شما آسمون میرسون، خدا میکنیش، دیگه با خدا یکی میشه، اصلا به یادش نمیره که آقا شما قدرت زایل شدنی است، 20 سال، 30 سال، 10 سال، 50 سال تموم میشه. اگر میگه خدا قدرت لایزاله، مال تو زایل شدنی است، اینو کسی بهش نمیگه. صبح تا شب میان بهش دروغ میگن، صبح تا شب بهش میگن رأی جناب عالی اصلا از این رأی تو دنیا پیدا نمیشه. و بارها گفتم بنده خودم رو میذارم جای اونا، ببینم چه میگوین، بعد که به من بگن من چه حالی خواهم شد. به هر حال حرفای آقای ظریف هم شنیدنی بود، به لندن تشریف بود. نمیشه مقامات جمهوری اسلامی تا آب تیمز رو نخوردن فایده ند. خاطرات که چه عرض کنم، این دوست ما آقای عباس هدایتی خمینی، دیپلمات سابق وزارت خارجه، کتاب علاءالسلطنه رو نوشته، یکی دو بار اشاره کردم، کتاب خیلی جالب، علاءالسلطنه، پدر مرحوم حسین علا، دولتمرد سرشناس، وزیر خارجه شد، دولت تشکیل داد، سالها هم سفیر ایران بود در لندن. موقعی هم اومد که ملکم خان با اون امتیاز لاتاری ایران رو به دردسر انداخته بود، در واقع ناصرالدین شاه ملکم رو برکنار کرد و علاءالسلطنه خیلی با درایت هوشمندی موفق شد، سالها 18 سال هند بود، موفق شد رأی دادگاه رو علیه ایران مانع بشه، بشکن، و در واقع توفیق پیدا کرد که به نفع ایران رأی بگیره و تمام گناه رو متوجه ملکم بکنه. حالا یه داستان مفصل، غلظم اینه، او در یک جا اشاره میکنه که هیچ دولتمندی یا دیپلماتی قبل از اینکه به لندن بیاد نمیتواند بگوید با فنون دیپلماسی و سیاست به خوبی آشنا شد. جناب آقای ظریف هم تمام دنیا رو رفته بودن، بسیار خوب رویان رو دیده بودن، اما به هر حال آقای همون چیز دیگری است. بسیار خوبان دیدم اما تو چیز دیگری.
حسن این دیدار این است که سفارت بریتانیا تا دو هفته دیگه فول سرویس کامل باز خواهد شد و ویزا صادر خواهد کرد برای خیلی از خانواده ها، پدر و مادرهایی که دور از فرزندان و عزیزانشون هستن، فرصت پیدا میشه بتونن به دیدار اونا. در این حال آقای ظریف در چتم هاوس سخنرانی کرد درباره سوریه. اوضاع سوریه بسیار بده، بسیار بده. خیلی جدید مهاجران به سوی مرزهای ترکیه سرازیر شده. ترکا مرزم بستن. تو این هوای سرد، اون منطقه صحرایی هم بسیار سرده. از یه طرف هم نیروهای دولتی با کمک حزب الله و پاسدارا و هواپیماهای روسی دارن به طرف شمال میان. اگر ما به مرز ترکیه برسن، یه بخش بزرگی که آوارگان سوری ازش عبور میکنن در اختیار نیروهای دولتی قرار خواهد گرفت. از یه طرف آقای دیمیستورا رسما اعتراف کرده که نشست سه ژنو با شکست روبرو شد، چون دولت سوریه حاضر نیست اول آتش بس رو قبول کنه. اپوزیسیون اینو میخواد، میگه آقا ما حاضریم با داعش بجنگیم، اما شما آتش بس میدید، بشکه های انفجاری بر سر مردم نریزید، با موشک و توپ و تانک مردم رو نزنید، ما حاضریم بعدن تمام نیرومون رو متمرکز کنیم در جبهه ضد داعش. میبخشید من صدا میخودی گرفته، سرما خوردم. در حال اوضاع سوریه خیلی بده. دو تا از افراد حزب الله رو مخالفان سوری گرفته بود. مصاحبه مفصلی اینا داشتن در تلویزیون الحدث پخش، 40 دقیقه مصاحبه داشت. حرفاشون شنیدنی بود. همینطور که در ایران به بسیجی ها و پاسدارا و افغانی ها و پاکستانی ها میگن شما داریم میرید از حرم سید زینب پاسداری کنی و سردر میارن از حلب و از لازقیه، این دوتا حزب‌اللهی هم میگفتن به ما، گفتن شما دارید میرید برای جنگ با داعش، داعشی که ضد شیعه است، ضد مسلمان است، شما دارید میرید با اون بجنگید و ما نمیدونستیم میایم با مردم سوریه میجنگیم. دوتا جوان بودن. بعدم گفتن آقا در لبنان اگه تو شیعه باشی نمیتونی حزب الله رو اطاعت نکنی، میکشنه، خانوادت رو به هم میریزن. ظلم و فشار حزب الله به مراتب بیشتر از ظلم و فشار اسرائیلی هاست وقتی در داخل خاک لبنان. اسرائیلی ها وقتی اومدن لبنان، در جنوب لبنان داد میزدن ما ضد حسین نیستیم، ما ضد علی نیست، فریاد میزن. اسباب تأسف آدم یک کشوری رو که با سوریا که آدم حرف میزنه، یک کشور مغرور، سربلند، مردمانی شاد، پر از زندگی، کشوری که هر روز زیبایی هاش در کنار مدرنیته، در کنار ساختن داشت جلو میره و تنها احتیاج به یک نظام سیاسی عادل داشت، نمیگم دموکرات مطلق، همین بشار اسد اگر اون اول با گلوله با مردم روبرو نشده بود، امروز با عزت و احترام بر کشورش بود. متاسفانه روز اول اسلحه رو بالا بود و دوستان ایرانی و روسی هم تشویقش کرد. روسا البته الان به فکر مسائلشونه. آمریکایی هم در این تقسیم بندی پذیرفتن سوریه نصیب روسها باشه با یه شرط. اینو سعودی ها هم میپذیرن، بقیه هم میپذیرن به یه شرط، که جمهوری اسلامی در سوریه از امتیازاتی برخوردار نباشه. به معنای دیگر خب روسها برن، اما اجازه ندین جمهوری اسلامی از اینجا به لبنان نیرو بفرسته، اسلحه بفرسته. ببینید الان لبنان رو براتون بگم، 35 جلسه پارلمان روز دوشنبه برگزار شد.
57 تا نماینده رفتن. این نمایندگان اعضای گروه 14 مارس بودن، گروه طرفدار آقای حریری، وابستگان به نبیه بری بودن، حزب کتایب لبنان بود و چند حزب دیگه. غایبان کی بودن؟ غایبان گروه 8 مارس. حالا آقای سعد حریری اومده یکی از اعضای سرشناس گروه 8 مارس یعنی آقای سلیمان فرنجیه رو گفته ما از ریاست جمهوریش تایید می‌کنیم. سلیمان فرنجیه 70 رأی هم. آقای سمیر جعجم از گروه 14 مارس رفت و میشل آن رو تایید کرد که چقدر رأی داره؟ 40 تا. و لبنان و جامعه بین‌المللی و منطقه میشل اون رو قبول ندارن، نمیپذیرن که میشل اون رئیس جمهور لبنان بشه. آقای حسن نصرالله دبیر کل حزب الله اومد سخنرانی کرد، نخیر ما با برگزاری انتخابات موافقیم، اما انتخاباتی که از قبل بدونیم میشل اون توش برنده است. اون وقت ما میایم پارلمان جلسه رو رسمی. شما در کدوم انتخابات در عقب مانده ترین دیکتاتوری های جهان به شما میگن آقا جان، و فقط شاید زیمبابوه باشه، میگن آقا جان این یه نامزد اگر همتون رأی میدید که رئیس جمهور بشه ما میایم پارلمان، وگرنه با وجودی که اون یکی نامزد هم از ماست، یعنی ریاست جمهوری رو حریری قبول کرد بده به 8 مارس، اما نمیاد. از اون بعد فرنجیه میگه آقا سید حسن سید هممون، اما من 70 تا رأی دارم، چرا من به نفع اون برم کنار؟ اون 40 تا رأی داره. هیچ، مصیبت موند تا هفته اول مارس جلسه 36. حزب الله و ارباباش در تهران ترجیح میدن لبنان رئیس جمهور نداشته باشه، چون رئیس جمهور داشته باشه دولت جدید باید بده، 100% دولت جدید به رهبری سعد حریری یا فؤاد سینیور است. دولت جدید بیاد رو کار، باید فرمانده ارتش، فرمانده نیروی امنیتی، انتظامی، غیره همه تغییر کنه. حزب الله نمیخواد. حزب الله میخواد همین وضع ادامه پیدا کنه، حالا برای هر مدتی که شد، تا شرایط فراهم بشه. عاشق اونم نیستن، ولی اون دوچار این بیماری خودپرستی وحشتناکه و حاضر نمیشه منطقو بپذیره که آقا 83-84 سالته دیگه به تو میدون نمیرسه. فرنجیه 50 سالشه، متحدم است، از گروه خودتونه، خب بذار اون رئیس جمهور بشه. نه، نمیتونه بپذیره، و اینم جز مصیبتاییه که لبنان باش رو بروست. پادشاه بحرین رفته بود روسیه و دیداری با پوتین داشت، دیدم که پوتین خیلی زرنگه، میدونه که این ملک حمد عاشق اسب، یک دونه از اون اسبای قزاق عالی که تربیت شده و ایناست، کادو آورد داد به پادشاه بحرین. تصویری هم با هم گرفتن و ببینم، جالبه بحرین هم با روسیه روابط ویژه برقرار میکنه، بحرینی که پایگاه دریایی آمریکا اونجاست و همینطور انگلیسا، با جمهوری اسلامی هم سرشاخ و روابطش هم قطع کرد. مهمترین متحد جمهوری اسلامی روسیه پادشاه بحرین رو چه استقبالی کرد و باهاشون قرارداد بست، بحرین قرار شد اسلحه بخره. خلاصه همه راه ها داره مثل این که به مسکو ختم میشه، یه وقتی به روم ختم میشه. باری آدم وقتی صحبت از دولت مردان جدید میکنه، همیشه من میگم باید یه پلوتارخی دیگه بیاد، اون کتاب حیات مردان نامیشو که نوشت بنگاه نشر کتاب چاپ کرد، کتاب چند جلد و مردان بزرگ عصر خودش رو پلوتارک در اونجا نوشته بود که اون حکایت مهرداد پونت، کشوری در شمال ایران بود به نام پونت، پا
پادشاهش مهرداد، که از دلنشین ترین قصه های اون کتاب. حالا یه پلوتارک دیگه باید بیاد و حکایت رهبران امروز رو بنویسه که در مقایسه با گذشتگان هیچ ابن هیچ هم. آدم وقتی به یاد میاره مقبره آقای خمینی رو میلیاردها خرجش کردن، من تصاویر اخیراً دیدم حیرت کرد، وقت مقایسه میکنه با مقبره بزرگ مردی به نام دکتر محمد مصدق. فیلمی از این مقبره است، با هم نگاه کنیم چه جور ما از بزرگانمون تجلیل میکنیم و یادشون رو گرامی میداریم. نگاه، مثل آقای خمینی میلیاردها خرجش نمی کنن، اوقاف نداره، برای شفا نخم بهش نمی بندن، چشم کورشون هم نمیرن اونجا بیناشه. اما اونایی که عاشق ایرانن، اونایی که به استقلال واقعی ایران فکر میکنن، در همین آرامگاهی که کسی هم بهش نمیرسه، عظمت ایرانی بودن رو حس میکنن. نگاه، جالب بود، جالب بود، قابل تأمل بود. آدم در اندیشه فرو میره، فکر میکنه که چگونه یه همچین مردانی در تاریخ ما بودن و ما قدرشون رو ندونستیم. به هر روی، بگذارید بریم تأملی بکنیم و ترانه رو بشنویم، که ترانه ایران رو که مجموعه ای از هنرمندان ما با هم اجرا کردن، بسیار زیباست و همیشه شنیدنی. ای ایران، ای مرز پرگوهر.
ارزشی دارن این جان ما، پایان به باد خاک ایران ما. با درود دوباره، خیلی قشنگ آدم به خصوص این چهره های عزیز رو میبینه. شیخ محمد، شیخ محمد بن راشد، نخست وزیر امارات و حاکم دبی، معاون حاکم کل، آدم جالبی. اخیراً دیدم که یه آگهی داد و یه چیز تو تویترش نوشته بود، خطاب به رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز عالی علمی امارات که دبی، که بیاید هر کدوم 3 نفر رو به من معرفی کنید از فارغ التحصیلان 2 سال اخیرتون یا کسایی که دوره عالی سال آخره، پسر و دختر، چون میخوام یکیشون رو وزیر کنم، وزارت جوونا رو بدم بهشون و از حالا بیان تو کابینه. جالب بود که آقای رحمانوف رئیس جمهور تاجیکستانی حرف میزد، یه دختر خانمی بلند شد گواره من میخوام وزیر بشم. همونجا دستور داد به وزیر کشاورزی که این خانم تخصصش رو، ایشونو بیار تو وزارت خونه، حالا یه خود باید تجربه کسب بکنی تا وزیر بشی. ولی شیخ راشد گفته من مستقیم وزیر بشم. اخیراً هم یه وزیر، یه وزارت خونه درست کرده، یه وزیرم تعیین کرده به عنوان وزارت سعادت. و کار این وزارت خونه اینه که وسیله سعادت و شادمانی و رفاه شهروندان سرزمینش و همینطور افراد مقیم رو فراهم کنه. بسیار عالی. در کشور ما هم وزارتخونه سعادت داریم، درست. آمران به معروف و نهی از منکر تو خیابون با مردم چه میکنن؟ این کارمندان شهرداری هم، این ماموراش رفته بودن سر یه جایی که دعوای بین مسجد قدس و شهرداری سر زمین،
حالا پشت این قضیه چیه. بدبخت بچه های بیچاره اونجا کارگرا رو گرفتن زده بودن به وضع فجیع. و آقای قالیباف گفته البته همه یه فیلم منتشر نشده، بقیهش هم منتشر بشه معلوم میشه مامورای ما هم بهشون حمله شد. آقا راست حسینی بگو ما کارمندان رو قلدر معاب بار میاریم. قبول کن، پوزش بخوا، چیزی ازت کم نمیشه، درجت هم پایین نمیاد. آقای قالیباف یه روز که با آقای کرد میهن میری، یه روز هم اینجوری توجیه میکنی، واقعا افسوس. ما چه فکرهایی روی قالیباف میکردیم. بگذاریم، باعث تأسف. خب انتخابات مجلس شورا و مجلس خبرگان نزدیک، همه سوال میکنن چیکار کنیم، تحریم میکنیم، ما برنامه ویژه داریم از دوشنبه نگاه کنیم، حداقل بدونین کیا نامزدن، بشناسیم. آقای امیر موهبیان گفته که حداد عادل به دنبال جمع کردن عده و عده برای ریاست مجلس. یکی از فاجعه بارترین دوره های مجلس زمانی بود که حداد عادل رئیسش بود. آقا جان برو درس تو بده، ادبیات تو بخون، تو رو چه به سیاست، چون دخترت عروس آقا شده تو باید ببینش رئیس مجلس به چه مناسبت، چه شایستگی از خودت نشون دادی در عرصه سیاست. بابا صد رحمت به علی لاریجانی، حداقل تو این برادرها این یکی تو اداره مجلس از خودش یه جربزه نشون داد. فاجعه است حداد عادل، و به نظر من یکی از کارهایی که در جریان انتخابات باید کرد، اونایی که میخوان برن رأی بدن حداقل به یه عده رأی ندید. همین نهضتی که در ایران راه افتاده به هیچ قیمت در خبرگان به شیخ محمد یزدی، به احمد خاتمی، به فلاحیان، به این آلوده دامانان رأی ندید. حداقل بذارید به ضرب شورای نگهبان و دستور از بالا برن تو مجلس، خودشون بدونن شما بهشون رأی ندید. مجلس شورای اسلامی رو خب بیاییم براتون میگیم دونه دونه، این تایید صلاحیت شده ها کیان، بشناسید اینا رو. خیانت های علایالدین بروجردی رو از اول جلوتون من میذارم، بدونید این کیه، بدونید حداد عادل چه کرد. حداقل به اونا رأی ندید. تمام دستگاه های تبلیغاتی که در اختیار اوناست، بیاید و به اونا رأی ندید. یکی از دوستان عزیز بنده که خیلی هم دوست منه و خیلی دوستش دارم و در کار رسانه هم هست، به من نوشته بود که شما به چه مناسبت در این جریان تلویزیون رژیم جمهوری اسلامی پرس تیوی مدیرش و یکی از کارکنانش سکوت کرد. من تعجب میکنم، آیا ما از پشت قضیه خبر دادیم؟ عمقش رو میدونیم؟ صرفا یکی ادعای میکنه، یکی نواری میاره، بعد اون یکی چیز دیگه میگه. به نظر من بسیار بده سطح رسانه های ما به کجا داره میره، به چه سویی داره سقوط میکنه. واقعا برای من اسباب تأسفه و آرزو میکنم که اونایی که به هر حال سر این ماجرا خیلی سر و صدا را انداختن یه جا دیگه متوقفش کنه. البته این آقایی که در این ماجرا متهم شده، ایشون به خاطر نقشی که در ضبط اعترافات امنیتی داشت متهمه، اسمش در فهرست سیاهی است که اروپایی ها دارن، ولی اینا ربطی به این ماجرایی که اتفاق افتاده نداره. بر رو آقای خاتمی اومده بودن، ضمن اشاره‌ای که در وبلاگ خودشون کرده بودن به تأسفشون از این که در انتخابات اینجور اصلاح طلب و قلقم شدن، باز هم اظهار امیدواری کرده بود که خب مردم بیان رأی بدن. آقای خامنه ای هم همینو میگه، آقای خامنه ای هم میگه مردم بیان با کثرت رأی بدن و نشون بدن که حامی نظامن، همون حرف قبلی ایشون.
گفته بودم مخالف و بیان رأی بدن، اما اجازه نداده بودم تو مجلس بیان. آش تأسف. آقای حسن روحانی رئیس جمهوری و کسی که امروز فریادش به آسمان از بیرحمی که با اصلاح طلبان شده، ایشون در روزگاری نه چندان دور، 20 سال 30 سال روزگار دور و درازی نیست، اون روزی که ایشون بردست آقای رفسنجانی بر اسب قدرت تاختن، یکی از فرزندان شایسته این سرزمین، یکی از افسران آزاده این سرزمین، زنده یاد دکتر احمد مدنی، به باد حمله گرفتن و حرفهای نادرستی درباره این مرد بزرگ زدن. امروز دست مدنی از دنیا کوتاهه، ولی هنوز ما شاهدان آن روزها هستیم. هموطنان عرب ایرانی ما در خوزستان بعضن آزردن از مدنی به خاطر سیاستی که در خوزستان اعمال، ولی در این حال اون زمان شرایط اون روزا، بعضی از صداهایی که برخواسته بود، کارهایی که اوامر صدام حسین میکردن، زمینه رو برای اون اعمال باز کرد. ولی در مورد کردستان مدنی به شدت مخالف کشتار بود و حالا معلوم شه آقای روحانی طرفدارش بودن، و همینطور مدنی در خوزستان، در جنوب، در استان ساحلی، در فارس مانع از اعدام خیلی از افسرها شد. نخست حرفای آقای حسن روحانی جوان رو بشنم، هنوز جامعه اصلاح طلبی ارغوانی و شال بنفش بر تن نداشت. گوش بده. سربازی رو یه سال کرد و بعد هم ارتش محلی کرد، باعث شد که پادگان‌های غرب کشور ما در خطر قرار بگیره و پادگان مهاباد بدون درگیری تاراج بشه، حتی تانگ رو از پادگان مهاباد ببرن. اینا مجرم خائن اصلی در این مسائل ایشونه که باید البته محاکمه بشه و در این مسائل باید دادگاه رسیدگی بکنه. در جلسه علنی روز 14 مرداد مجلس، ارتباط تیمسار مدنی نماینده مجلس شورای اسلامی با ساواک و عناصر ضد انقلاب و عملکرد خائنانه او در استانداری خوزستان فاش می شود. راجع به مسئله نیروی دریایی، ایامی که ایشون بودن در نیروی دریایی، اولا پست‌ترین افراد رو، افرادی که سابقه داشتن و این سابقه ها رو بارها بهشون تذکر داده شده بود و ایشون گوش نمی کرد، اونا رو در سمت های مهم گذاشته بود. خبرنگارهای خارجی در قسمت های از ناب ها حق ندارن وارد بشن، اما ایشون در دوره تصدیش خودش شخصا اجازه میداده و خبرنگارهای امریکایی و انگلیسی از تمام خصوصیات ناب های ما با خبر می شدن از مقدار آمادگی ما، و این مسئله ای است که باید تعقیب بشه. انسان تا چه حد میتونه دروغ بگه و با دروغ زمینه ساز بشه که روزی بیاد رئیس جمهوری بشه؟ خبرنگاران خارجی تو نافهای ما میمدن همین جوری، تازه اگه میمدن چه رازی رو میخواستن فاش کنن؟ نافها رو از امریکا و انگلیس خریده بودیم، از فرانسه خریده بودیم، ناف چهارو کورویتی و لکامبتنت و یو اس سامنه رو، اینا رو همه رو میدونستن چیه، تمام اسلحه ما رو میدونستن چیه، مستشار داشتیم ازشون. مدنی چی رو نشون داد؟ مدنی اگه سربازی رو کرد یک سال، هدفش این بود که پادگان ها رو، خیلی ها رو تبدیل به استادیوم های ورزشی بکنه، و میگفت عمر یک انسان 2 سال هدر بره برای چی؟ 1 سال آموزش نظامی و خدمت کافیه، بعد اگه روزی احتیاج داشتیم خدمت زیر پرچم احضارش میکنیم. و بعد آقای روحانی اون روز میاد راجب زنده یاد مدنی حرفا رو میزن، یا یارو برمیگه میگه اعمال جنایتکارانش در خوزستان فرمان امامتون بود، دستور کابینه بود، مدنی از خودش کاری نکرد. شگفتی آوره حرفای آقای روحانی، واقعا گوین که مربوط به حالا نیست، ولی به همون اندازه حرفاشون بعد از 18 تیر
من همیشه به یادم، بعد از 18 تیرم ایشون خواستار اعدام دانشجویانی شدن که ایشون با من اراذل و اوباش ازشون یاد کرد. افسوس، مردم ما آزرده از اهالی ولایت فقیه وقتی انتخاب میکنن آخوندی رو با شال ارغوانی خوشحال میشن، فکر میکنن یه تحولی ایجاد شده، در حالی که هنوزم من معتقدم در اون زمان اگر قالیباف انتخاب شده بود راه و رسم دیگری رو غیر از آنچه حالا داره در پیش میده. و هر رو آقای رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه خطاب به رئیس جمهوری آمریکا نامه فرستاد و در اون مشخص کرده مردم ما میگفتن به اوباما یا با اونا یا با ما. آقای اردوغان هم گفته آقا جان بین ترکیه و کردها یکی رو انتخاب، نمیشه دوتاشون رو داشته باشه. آقای اردوغان اولش یه سیاستی رو دنبال کرد، فضای داخلی هم در این جهت، پککه اصلاً رو زمین گذاشت. آقای اوجران از زندان به حزبش پیغام داد، یه وقت زمان جنگ بود، الان زمان آشتیست، برین تو کار سیاست، برید رأی بدید، تو انتخابات نمایندگان میتونید انتخاب. آقای اردوغان با استفاده از فضای داخلی مجال داد کردها تو انتخابات شرکت اومدن، 50-60 نماینده داشتن، دوره قبل بیشتر، و در فضای سیاسی ایجاد شده این امید بود که در ترکیه هم کردها حداقل نگم به اندازه کامل کردهای عراق نیمی از اونا اختیارات داشته باشن. حالا که زبانشون تا حدودی به رسمیت شناخته شده، اما آقای اردوغان بپذیره 18 میلیون کرد در ترکیه زندگی میکنن، اینا ترک بیابانی نیستن، کردن، دارای زبان، فرهنگ، تاریخ و گذشتن. در حال الان دوباره فضا به هم خورد. وحشت اردوغان از این که کردهای سوریه که با دلاوری کوبانی را آزاد کردن و مناطقی از منطقه کردنشین حسکه و اون مناطق در اختیارشونه بتونن یه اقلیم در سوریه ایجاد کنن، و 100% هم میتونن، برای اینکه امریکایی هم ازشون حمایت میکنه، و ایشون نگرانه که فردا کردهای ترکیه هم دنبال همین برن، که به نظر من خواهند رفت. هر دولتی در آینده ایران باید به این نکته توجه داشته باشه. ایران متشکل از اقوام ایرانی است، اقوامی که قرنها کنار هم زندگی کرد، به حقوق هم احترام گذاشت. من به دفعات در این برنامه گفتم و بازم میگم، قوم فارس وجود نداره. بعضی از این حزبای خارج از کشور که مدعی نمایندگی اقوامن و برای ایران 8 ملت درست کردن، هی میگن استثمار فارس. فارس کیه؟ هیچ وقت جواب من ندادن. زبان فارسی رو کردن قوم فارس. زبان فارسی زبان ملی ماست، زبانی که همه ما بهش صحبت میکنیم. آقای عبدالله مهتدی دبیر کل حزب دموکرات کردستان که مصاحبه منو باشون دیدیم اخیراً، خودش و برادرش دلبسته شدید ادبیات ایران هست. در حزب دموکرات کردستان هم همینطور، کاک مصطفی هجری، قبل از ایشون ماموستا حسن زاده، کاک صادق شرفکندی، دکتر عبدالرحمن قاسملو، همه اینا دلبسته به زبان و ادبیات فارسی بودن و کتاب ها به این زبان نوشته بودن. همینطور عرب های ایران، عدنان قریفی یکی از برجسته ترین نویسندگان ماست، عرب ایرانی است.
کتاباش هم به زبان فارسی نوشته. 50 سال داره می نویسه. اینه که این بیمهریش. یا آذربایجانی های ما، بهترین نویسندگان ما آذری زبان بودن، فارسی هم به زیبایی می نوشتن. دکتر براینی خودم فارسی نویس درجه یک، زبان مادریش هم دوست داره، دوست داره به اون زبانم بنویسه و تکلم کنه. اینا رو باید رعایت کنیم. ولی اینکه بیایم بگیم فارسا ما رو استثمار کردن، این حرف ساختگی است، معنایی اصلا نداره. اولین بار صدام حسین از ملت ایران به عنوان ملت‌ها یاد کرد، از شعوب الایرانی به جای از شعب الایرانی. قشنگ ما بیایم بگیم از شعوب العراقیه به جای از شعب العراقی. چطور اونجا کردا هم هستن، اقلیم هم دارن، قدرتمندن، زبانشون هم کنار زبان عربی است. اونا رو نمیگین شعوب العراقیه، ولی ما رو باید بگین شعوب الایرانیه. ما شعب ایران هستیم، ملت ایران. به هر حال نکته دیگری که تو منطقه بحثش این روزها هست اینه که آقای عادل جوبیر وزیر خارجه سعودی رفته به واشنگتن و در دیداری که با جان کری داشته گفته سعودی آمادن در صورت که ائتلاف بین‌المللی تصمیم بگیره نیروی زمینی به سوریه بفرستن. امارات هم بلافاصله اینو تایید کرد. پرزیدنت اوباما ضمن خوشامد و استقبال از این فکر گفت که این فکر مورد بررسی قرار و الان به هر حال این یکی از موضوعاتی است که مورد بحث، که نیروی زمینی سعودی و امارات و احتمالاً یکی دو کشور دیگه وارد سوریه بشن برای مقابله با داعش. چون اینجور که به نظر میرسه نه رژیم سوریه، نه متحدانش، جمهوری ولایت فقیه، حزب الله، گروه‌های عراقی و حتی روسیه در فکر جنگیدن با داعش نیستن. تمام هم مقام اونا از بین بردن ارتش آزاد و نیروهای غیر دینی سوریه هستند، مبارزانی که ارتباط مذهبی ندارند. مثل که به پایان برنامه رسید، حرفا همچنان باقی است. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته. علیرضا نوری‌زاده شما را با یک ترانه شنیدنی افغانی، در واقع همون خط و ربط ایرانی ماست، تا فردا به پروردگار عاشق می‌سپارم.